خب در مرحله بعد از انتخاب نوع پرنده بر اساس دقت اطلاعات مسطحاتی و ارتفاعی که کارفرما از پروژه انتظار داره که معمولاً بر اساس مقیاس این دقت مطرح میشه، ما ارتفاع پرواز و شرایط پروازی و اوورلپ های تصویر رو که در مراحل بعد کامل توضیحشون میدم انتخاب میکنیم و زمان پرواز نکته مهم بعدی هست. زمانی که برای پرواز در واقع ما انتخاب میکنیم زمانی هست که در طول روز باید زمان انتخاب بشه که طول سایه ها نه در زمان طلوع و نه در زمان غروب که سایه ها بلند هستن، تو این زمان ها معمولا عملیات پرواز رو انجام نمیدیم. در شرایط نیمه ابری سعی میکنیم که پرواز رو انجام ندیم، زمان مناسبی انتخاب کنیم که طول سایه ها مینیمم باشن و نور به اندازه کافی باشه برای دستیابی به تصاویر با کیفیت. خب بحث تصاویر شد. دوربینی که هر پرنده داره بر اساس مختصاتی که در اون پرنده به ما اطلاعاتی که میده، مثل در واقع به اون ابعاد سنسور، ابعاد عدسی تصویر، ما انتخاب میکنیم که تنظیمات دوربین تصویر برداری در زمان اخذ تصاویر به قدری ماکسیموم و اپتیموم باشن که بهترین تصاویر رو به ما بدن. در مورد خروجی تصاویر قاعدتا بهترین تصاویر رو ما میتونیم تصاویر تیف ببینیم. دوستان همه این موارد رو انشالله به شکل یک قصه و یک داستان عملیات پهپاد براتون توی زمان خودش و فرصت مناسب براتون اینا رو میگم. خب اومدیم دوربین رو مشخص کردیم، نوع منطقه رو شناسایی کردیم و نوع پرنده، ارتفاع پرواز رو مشخص کردیم، اون اضافه ارزی که در پروژه ما باید لحاظ کنیم اون رو لحاظ کردیم. مرحله یک کار که مرحله شناسایی و تعریف و تعیین پارامترهای پروازی بود به اتمام رسید.